با اخبار دوشنبه ششم تیر ماه از رسانه سبز ایران در خدمت شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری. بیانیه مجمع مدرسین و محققین پیرامون حوادث ناگوار اجتماعی. اطلاعیه خانواده شهید بهشتی برای برگزار نشدن مراسم سالگرد برای دومین سال. اخبار رسیده از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده و نگرانی مهدیه محمدی از کاهش وزن شدید زیدآبادی. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار دوشنبه ششم تیر ماه همراه شما هستیم. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم پیرامون حوادث ناگوار اجتماعی بیانیه ای صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مجمع در بخشی از این بیانیه آمده است: حوادث بسیار تلخ و ناگواری در جای جای کشورمان همواره در حال وقوع است که نشان از آشفتگی و اختلال جدی در ساحات مختلف امنیت افراد و جامعه دارد و کمتر روزی است که ما شاهد گزارش حوادث غم‌انگیز در مطبوعات نباشیم، هرچند که این حوادث در ظاهر بسیار با هم متفاوتند ولی همه آنها را میتوان با عنوان سلب و اختلال امنیت نامید که در حوزه‌های تجاری، صنعتی، فرهنگی و اخلاقی مشهود و ملموس است. در ادامه این بیانیه آمده است: حکومت مقتدر نمیتواند در غیاب مردم پدید آید. جلب اعتماد و همکاری مردم و تکیه بر قدرت بی پایان آنها نه فقط در شعار بلکه در برنامه ریزی و عمل اصلی ترین سرمایه هر حکومتی است. مراسم سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی امسال هم برگزار نمی شود. به گزارش کلمه خانواده شهید آیت الله دکتر بهشتی، در 30 سال شهادت این بزرگوار و 72 تن از یارانش با انتشار اطلاعیه‌ای این خبر را اعلام کرده و اظهار امیدواری نمودند که سال آینده شرایط برگزاری این مراسم فراهم شود. آخرین بار مراسم بزرگداشت در 7 تیر 1388 و چند ماه بعد از انتخابات با حضور پرشور مردم در مسجد قبای تهران برگزار شد. وضعیت جسمی زندانیان سیاسی اعتصاب کننده مناسب نیست. قربان بهزادیان نژاد و مهدی کریمیان اقبال، دو تن از زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین که به بیمارستان مدرس منتقل شده بودند، دوباره به بند 350 زندان اوین بازگردانده شدند. به گزارش کلمه این دو زندانی سیاسی هنوز هم به همراه 10 زندانی دیگر که در این بند به سر میبرند در اعتصاب قضا هستند و بعد از بازگشت از بیمارستان هم به اعتصاب قضایشان ادامه دادند. محسن امینزاده معاون وزارت خارجه دولت خاتمی، یکی دیگر از اعتصاب کنندگان اوین، به دلیل نامساعد بودن وضعیت جسمی به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. همچنین طبق اخبار رسیده از زندان رجایی شهر روز گذشته، مسعود باستانی و عیسی سحرخیز، دو زندانی و روزنامه‌نگار دربند، نیز به بهداری زندان منتقل شدند. از روز پنجشنبه 6 زندانی زندان رجایی شهر نیز به جمع زندانیان اعتصاب کننده اوین پیوستند. پیش از این نیز عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی و بهمن احمدی عمویی در 7 روز اعتصاب قضای خود در بند 350 با مشکلات شدید جسمی مواجه شده و برای دریافت کمک‌های پزشکی به بهداری زندان اوین منتقل شده بودند. عبدالله مومنی در 8 روز اعتصاب قضای خود نیز به بهداری اوین منتقل شده است. بر اساس همین گزارش، سایر اعتصاب کنندگان بند 350 اوین نیز در شرایط مشابهی به سر میبرند و اوضاع جسمی اغلب آنها نامساعد گزارش شده است. مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، در آخرین ملاقاتی که روز پنجشنبه 2 تیر ماه با همسرش داشته، از کاهش وزن شدید همسرش خبر داد. وی در گفتگو با بی بی سی فارسی با اشاره به اینکه از 1 ماه پیش متوجه کاهش وزن همسرش شده است، گفت:
وقتی دلیل آن را پرسیدم گفت هیچ مشکلی ندارد و آزمایش ها نشان می دهد که سالم است. نوبت بعدی ملاقات یک روز بعد از مرگ خانم صحابی بود و آن روز هم حال آقای زیدآبادی خوب نبود. صورتش به دلیل گریه زیاد ورم کرده بود و من لاغر شدنش را به دلیل ناراحتیش از مرگ حاله صحابی گذاشتم. احمد زیدآبادی که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده تا کنون اجازه مرخصی نداشته است. همسر آقای زیدآبادی با اشاره به آخرین ملاقاتی که روز پنجشنبه دوم تیر ماه با همسرش داشته گفته این بار کاهش وزن خیلی محسوس بود. احساس کردم که حداقل 10 کیلوگرم وزنش کم شده. زمانی که برای خداحافظی بلند شد شلوارش از پایش می افتاد. من خیلی نگرانم. همسر زیدآبادی در خصوص درخواست برای مرخصی و درمان وی گفت از روز پنجشنبه به هر کجا که فکر کردم زنگ زدم. روز شنبه چهارم تیر ماه به داستانی نامه نوشتم و درخواست کردم حتی برای یک روز هم که شده به ایشان اجازه مرخصی دهند تا ببینیم مشکل کاهش وزنشان چیست. اما روال داستانی این است که کسی آنجا نشسته نامه را میگیرد و میگوید بروید زنگ میزنیم. اما در طول این دو سال یک پاسخ حتی با جواب منفی نیز دریافت نکرده ایم. یعنی هیچ گونه پیگیری صورت نمی گیرد. یک روز انتخابات، دو سال بحران. هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88. چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرپور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. در 24مین روز اعتصاب قضای سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجای شهر، مسئولان زندان هیچ توجهی به خواسته های آنان برای پایان دادن به اعتصاب قضایشان نشان نمی دهند. به گزارش کلمه النور خزری، کامران شیخی و سید ابراهیم سیدی در اعتراض به شرایط نگهداریشان و اینکه در میان زندانیان عادی با جرایمی همچون تجاوز به عنف، قتل و قاچاق مواد مخدر به سر میبرند از 24 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. اما مسئولان زندان به خواسته اصلی آنان که همان انتقال به بند زندانیان سیاسی است بیتوجهی نشان میدهند. این سه نفر همچنین بیش از 2 سال است که در شرایط بلا تکلیفی نگهداری میشوند و خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده خود هستند. امینزاده اسیسیو گفت اعتصاب قضایم را نمی شکنم. محسن امینزاده یکی از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در زندان اوین که به دلیل وخامت حال در بخش سیسیو بیمارستان مدرس تهران بستری شد اعلام کرد که اعتصاب قضای خود را نمی شکند. به گزارش کلمه وی به دلیل مشکل فشار خون که در اثر اعتصاب قضا هم تشدید شده از زندان به بیمارستان منتقل شد، اما تنها اجازه وضع کردن سرم را می دهد، آب و قند مصرف می کند و همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد. وی گفته است تا زمانی که سایر زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا هستند وی هم در اعتصاب باقی می ماند. همسر محسن امینزاده گفته است مسئولیت جان همسر من با مسئولان زندان و مسئولان قضایی است. ما به شدت نگران هستیم. فاجعه‌ای که در اثر سهل‌انگاری مسئولان زندان رخ داد و آقای هدا صابر عزیز را از دست دادیم دوباره اتفاق بیفتد. من از مسئولان می‌خواهم هرچه سریع‌تر از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کنند. مهناز محمدی مستندساز در پی حضور نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد. به گزارش کلمه این فعال جنبش زنان پیشتر نیز در جریان وقایع بعد از انتخابات در روز 8 مرداد سال 88 به همراه جعفر پناهی، رخساره قائم مقامی و جمعی دیگر از مستندسازان در بهشت زهرای تهران بازداشت شده بود.
مستند زنان بدون سایه از برجسته ترین کارهای مهناز محمدی است که به خاطر آن در ایران و خارج از ایران جوایز زیادی دریافت کرده است. وی اخیراً به همراه رخشان بنی اعتماد مستند ما نیمی از جمعیت ایران هستیم را درباره مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری ساخته است.